بخواهیم تقویت مو و موندگاری مو کنیم، روغن نارگیل به اضافه روغن زیتون به نسبت مساوی، یک شب در میان به سرش بزن. هر دو روز یک بار مستحب آدم استحمام کنه، بدن فربه میشه. از هزال در میاد، اسمین هم نیست، چاقی مفرط هم نیست، چل بی بیان به بالا هم نیست، نه هزاله با هز دو چشم زر زنبوری، نه اسمینه چاقی مفرط، نه چیه فربهی. فربهی یعنی بدنت رو فرمه. خب هر دو روز آدم یه بار بره استحمام اشکال نداره، فربهی میاد. حالا یک روز در میونم شبا چیکار کن؟ با روغن نارگیل مؤمنا که مخلوط با روغن زیتون خالصه نسبت مساوی. کندوی عسل مومش طبیعی باشد، از پارافین و گلیسرین و وازلین و مانند اینا نباشه. چون حالا موما اکثرا چیه؟ مصنوعیه، نه به درد خوردن میخوره نه به درد این کارهایی که میگه. موم طبیعی، اگر موم طبیعی کندوی زنبور عسل رو در روغن حرارت بدن، بقیهش رو هم خوب نرم بکوبم تو روغن حل کنم، صاف کننده و آثارش رو هر شب به سر بمانم. تو بحث دکتر صانعی تو کتاب لاغری صفحه 179 بحث ما که چند روزه تو بحث حنا هست و خضاب، حنا 15 گرم، تخم شنبلیل 50 گرم، تخم شاهی 50 گرم، موم طبیعی زنبور عسل 5 گرم، روغن زیتون یا روغن کنجد 250 گرم. هم اوسه رنگ مو خوبه، هم اوسه موندگاری پوست خوبه، هم اوسه لطافت پوست خوبه، چون خود روغن کنجد لطیف کننده پوسته. برای سرفه های خشک، اگر کسی سرفه های خشک زیاد داره همچنین ریزش موش هم زیاده. یادتونه اوسه درمان سرفه های خشک مزمن گفتیم؟ شکر تیغال یا دم اسب، یه گیاهی، شکر تیغال یا دم اسب 3 مسقال، زوفا 4 مسقال، عناب 5 مسقال. اینا رو پود میکنی، قاطی هم میکنی، هر روز یه قاشق چای خوری میزه تو استکان، روش آبجوش بریزه، 5 دقیقه تا 10 دقیقه صبر کنه، هم بزنه بخوره، به صورت قرقره کنه، قورت بده، سرفه های خشک مزمنش خوب میشه. خیلی این قویه. حالا مبسته خود بخوام حاج آقا، رشد موی سر، موندگاری موی سر و جلوگیری از ریزش مو هم بشه، حالا این نسخه رو بنویسیم. گل زوفا 20 گرم، سرب 50 گرم، پرسیابوشان 10 گرم، روغن زیتون یا روغن کنجد 250 گرم، همه را نرم کوبیده در روغن حرارت داده صاف کنم، یک شب در میان به سر بزنم. با چیزای دیگه هست مؤمنا مطالعه کنین، مثل جوشانده برگ و ریشه گزنه و گاهی مخلوط با آبیشن شیرازی. خب گزنه یکم پوست رو خراش میده، سبب التهاب پوست میشه. خب اما تو بحث جلوگیری از ریزش موه، حالا مو هم نریزه، حالا یکم پوستم ملتهب شد ام نداره. اما اگر کسی اگزما داره نباید بزنه، اصلا بیتاقت میشه خوابش نمیبره. درست شد مؤمنات چی میگن؟ این هم باز بعضی ها گفتن رو نمیخوام اسمشون ببرم. میوه بنه، اگر میوه بنه سوزانده شود که بهش میگن مردم بنه چی، به محل گری بمالن، گال یا گری یا جرب،
باعث رویاندن مو می شود، مخصوصا در مورد تاسی سر اثر بیشتری دارد. و چنانچه برگ درخت را کوبیده، درخت بنه، برگ درخت بنه را کوبیده و در محل رویش ریزش مو بمالند، باعث روییدن مو شده و حتی مو را دراز نگه می داره. یعنی طول عمر مو بالا میره، ضریب شکست مو کم میشه. قاصدین جزائری تو کتابش آورده جلد 1 صفحه 191، سماد برگ شنبلیله برای تقویت مو نافع، و چنانچه زن آبستن از برگ شنبلیله زیاد بخورد، بچهش، بچه جنین در رحمش دارای موهای زیاد میشه. یعنی بچه پشمالو به دنیا آمد، دیگه نمیخواد بری عروسک های خزی بخری. بله، به شرطی که اسانس شیمیایی نداشته باشه. حالا مؤمن های چیزای خوشمزه دیگه، خب گندم میخوری نوش جان، برنج میخوری نوش جان، اما سعی کن سبوس گندم و جو و شلتوک برنج هم همراه باشه. یعنی این ویتامین های B1، B6، B12 همراه باشه. خیلی فواید داره، تنبلی روده بزرگ نگیری، به حرکات دودی شکل روده بزرگت کمک کنه، موندگاری فضولات تو رکتوم نگیری. حالا مباحث خودم، رشد موی سر میاره. پس به حضرت خانم و بچه ها برنج شلتوک دار یا گندم و جو سبوسدار تو جیره غذایشون باشه، مثل حلیم، مثل سوپ و مانند اینا. همچنین مؤمنا خرما با مغز بادام شیرین، هفتا رشد موی سر زن بچه زیاد میشه. پوست شلتوک و آب شلتوک میل کنید. چیزهای دیگه هم از خارج بهش حاشیه زدیم، گفتیم. کسایی که در دامغانن یا اون طرف قاینن، کسایی که اطرافشون درخت پسته هست، جوشانده پوست پسته جلوگیری میکنه از ریزش مو. پوست پسته هم میدن سرش خودی، جوشانده پوست پسته که 20 دقیقه قبل حمام بدن جلوگیری میکنه از ریزش مو. اگر کسی مؤمنان این سبزی بنی امیه را، یعنی شاهی، تره تیزک که تو روایات شیعه میفرماید جرجیر، عربا میگن رشاد، اگر کسی این شاهی رو، مؤمنا آبش رو به پوست سر مالش بده، موهای سرش تقویت میشه، از ریزش مو هم جلوگیری میکنه. مثلا این خارش سم نمیخوام داشته باشم، دونه چرکی هم نمیخوام داشته باشم، حنا به اضافه صدر، هم خارش سر از بین میره، هم دونه های چرکی ریزش از بین میره. حاج آقا کل بدن هم خارش داره. الحوک، البازروج، الریحان الجبلی که تو روایت اومده، دم کرده یا جشونده ریحان کوهی، رفع خارش از پوست بدن میکن. هم یه مختصر میخوریم مؤمنا، هم به صورت زماد و پماد میمالیم، 20 دقیقه سر میکنیم، بعد با آب میشه. لازم نیست کنم آتش قلب به بدنش بماله. یه چیزای دیگه بدی بود ها، اونا نیوردم همراه، از بول حیوانات، از قائط حیوانات. حالا آدم به هم میخوریم. حاج آقا بله،